آقای مکارم، ما از اینجا وارد یک بخش جدید شده ایم که بخش ب از قوه مجری است، هیئت وزیران. در حقیقت این اصل اول از اون بخش ب است. وقت میشه وزرا به پیشنهاد، جلوترم نخست وزیر رو گفتیم، وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد مجلس معرفی میشوند. و کار اینا چیه؟ کارشون مسئولیت اداره کشوره. مسئله آقای دکتر آیت مخالف. آقای آیت به عنوان مخالف صحبت میکنه، بفرمایید. در مورد این اصل، با وجود اینکه به علت رسوبات ذهنی که از 2500 سال نظام شاهنشاهی تو ذهن ما مونده و رئیس جمهور رو یک قول در نظر ما مجسم میکنیم و این چند روز میبینیم چند نفری صدای وا رئیس جمهور را بلند کردن و جو برای تصویب این اصل آماده است، محاضا من مخالفم. برای اینکه نخست وزیر که با وزرا کار میکنه و با وزرا جلسه تشکیل میده، رئیس جمهور گاه به گاه میتونه جلسه رو در حضور خودش تشکیل بده و حتی حق رأی هم نداره. معاذا ما میگیم که با تصویب رئیس جمهور، نخست وزیر باید وزراش رو انتخاب بکنه، در حالی که نخست وزیر باید کسانی رو انتخاب بکنه که با او هماهنگ باشن، نه با رئیس جمهور. و به خصوص که نخست وزیر در مورد وزرا و رأی اعتماد با مجلس سر و کار داره و باز رأی تمایل از مجلس میگیره. این هست که وزرا رو باید طور انتخاب بکنه که مجلس هم بهش نظر موافق بده، نه اینکه رئیس جمهور بهش نظر موافق بده. من معتقدم که خود نخست وزیر رأساً بتونه وزراش رو انتخاب بکنه و احتیاج به تصویب رئیس جمهور نداشته باشه. آقای قرشی. بله، اگر آقای قرشی نیست. بسیار اشکال نیست، آقا بعدا دو هست بشه. آقای فاتحی. من همون اشتباه یک رئیس مجلس در نواهی. آقای مقدم عراقی. آقای اشراقی. من همون رئیس جمهور. آقای مجلسی. آقای دکتر عبدالی. میخواستم تذکر بدم که اگر خیال دارید و واقعا آماده هست که اون اصل پیشنهادی شورای جمهوری که 7 شورا رو به علاوه رئیس مجلس و چند تا قرض اونا رو مطرح بکنید، این مسئولیت اداره کشور اینجا اگر تصویب بشه یه مانعی است برای اون، چون ما اینا رو مسئول اداره کشور نمیدونیم، اینا مسئول اجرایی هستن. بنابراین اگر میخواید اون رو مورد توجه قرار بدید، این نسبت قسمت آخرش ساک مسئول باشه. اگر چنانچه نه، ما ممکنه بعدها تلفیق اینا، یعنی یه دسته بازی باید ما داشته باشیم که اگر همین شد، چون ما رو به نظام جمهوری اسلامی نزدیکتر به نظر میرسه باشه، بنابراین این مسئولیت اداره کشور یه چیز دولتی میشه، باز دوباره تو دست انداز میشه. انشاءالله وقتو. من به عنوان موافق پس صحبت میکنم که مسئله آقای آیت روشن بشه، چون کسی دیگه اسم ننوشته. ببینید، دولت ما فرض این است، ما همه اصول بعدی رو باید بر مبنای اصول قبلی تهیه کنیم. فرض این است که ما رئیس جمهور رو به عنوان رئیس قوه مجریه پذیرفته ایم، مسئولیتی بر عهده‌اش گذاشته ایم و گفتیم در برابر ملت هم مسئوله. این هم که چون نخست وزیر میخواد با اونا کار بکنه، باید همکاراشو انتخاب کنه. وقتی نخست وزیر برای انتخاب همکاراش باید رأی بعدی 2300 نماینده رو رعایت بکنه، رعایت رأی یک نفر رئیس جمهور خیلی آسان‌تره. و در حقیقت همکاران نخست وزیر و خود نخست وزیر در این قانون اساسی از دو طریق مورد تایید ملت قرار میگیرن، یکی از طریق مجلس شورای ملی، یکی از طریق رئیس جمهور که منتخب مستقیم ملته. در حقیقت این نباید ما بگیم تایید نخود، تایید رئیس جمهور، بگیم تایید یک نماینده ای از نماینده های ملت که آراء عام ملت رو داره، یعنی از تک تک نمایندگان بیشتر رأی داره. بله. بنابراین این نه تنها
اشکالی نیست و نه تنها قولی به وجود نمیاره، بلکه انسجام سیستم اداره کشور رو که با توجه به مسئله اصل امامت که در این سیستم هست یک سیستم جدید خواهد بود بیشتر میکنه و امیدواریم همه اینا واقعا بتونه این مخروط امامت رو تکمیل بکنه. خوب، کسی دیگه اسم نوشته؟ بنده برای یک تذکر آقای عزودی میدن به اینکه تعداد وزیران و حدود وظایف و اختیارات اونها را یا حدود صلاحیت، مثل اینکه تعبیر جالبی نیست، یا بنویسیم حدود اختیارات فقط یا وظایف. بله، حدود اختیارات، چون وظایف هم که خیلی سنگینه اینا، حدود اختیارات هر یک از اون رو خود وقت انتخاب از صلاحیت انتخابی وزیر شرایط مسامه چیز دیگه هست، نه شرایط منظور باشه، صلاحیت همون همیشه صلاحیت اقداماتی بوده، پیداست که اون منظور نبوده که چه صفاتی داشته باشن. وقت رئیس خوبه مجریه هست، هیچ گونه مسئولیت اجرام وقت نداره، در اینجا میگه مسئولیت اداره امور کشور به عهده هیئت وزیران، یعنی منظور اینه که این هیئت جمعاً این مسئولیت او را بر عهده میگیره، یعنی رئیس جمهور هم جزء هیئت وزیرانه یا خارج از هیئت وزیران؟ نه، خارج از اون، مسئولیتش به دوش اینا میاد. خوبا، اجازه میفرمایید که آقای مراتعی؟ جمله مسئولیت اداره امور کشور به عهده هیئت وزیران اصلا اضافیه، با توجه به اینکه در ذهن اومده که تعداد وزیران و حدود اختیارات و مسئولیت و اضافه رسکر و مسئولیت هر یک قانون مایه میشه، اداره امور کشور همش به عهده قوه مجریه نیست، امور کشور خیلی وسیع‌تر از قوه مجریه است، قضایی هست، رهبری هست و مسائل ارتش هست. اداره امور کشور وقتی میگیم شامل همه چیز میشه، در حالی که اینا مسئولیت مشخصه در قوه مجریه است. خب با پیشنهادی هم که آقای مکارم میکردن، اون زیلش که میگیم تعداد وزیران و حدود اختیارات، این خوبه تو این اصل باشه. اگه دوستان موافق باشید اصلا اینو برداریم که به نظرم میاد با اینجا بیگانه است، هم جداگانه برای رعایت جمیع جوانب روش فردا بحث کنیم و هم به صورت یک اصل جداگانه در بیاد. آقای تاهری بله میخواییم برداریم ها، الا این صلاحیت اینجا اختیاراتش که پیداست، رئیس قوه مجری اختیاراتش معین میکنه، نه اینکه دارم یک اختیارات اونو میتونیم تو اونم بیاریم، مسئولیت داریم نور این چیز دیگاه نمیشه اگر به ما این اشکالات نباشه، اگه بخوایم نباشه، همونطور که صبح پیشنهاد میشد مسئولیت اداره امور کشور در امور اجرایی به عهده وزیران، یک در امور اجرایی اضافه کنیم، اصلا همین جداش کنید آقای دکتر بهشتی و یا بیارید دنبالمون. پس اجازه بفرمایید ما این ذیل رو، چون اون تعداد وزیران را ما در آینده به این عبارت هم میتونیم متصل کنیم. میشین یه اصل جدا کنم؟ تعداد وزیران مناسبه با اصل اصله، وزرا به پیشنهاد نخست وزیر تعدادشون هم اینه، اون تعداد جمله متنظره بسیاریم، جمله وسط رو بر می‌داریم و بقیه رو برای رأی گیری می‌خونیم. این جمله رو من خط زدم. بله. مسئولیت اداره خط. برای رأی گیری می‌خونم. اصل 107. وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنون را قانون معین می کند. ما آقا بحث در تمام اصلاحات جا باید بهش یافته
بعد از اینکه شما برای رأی خوندید واقعا این غیر منتظره است که شما باید جواب بدید. رأی بگیرید. رأی بگیرید. لطفاً رأی میگیریم. نتیجه رأی‌گیری عده حاضر موقع اخذ رأی 57 نفر، شماره آرا 57، موافق 52، مخالف 1، ممتنع 4. تصویب شد. الله اکبر.